دید آرت تقدیم می کند. میلاد کیمرام در کودکی به فوتبال علاقه داشت. اون در دوران نوجوانی فوتبال رو رها کرد و به دنبال تئاتر و هنرپیشگی رفت. کیمرام در کلاس‌های بازیگری مسعود کیمیایی شرکت کرد و به علت نداشتن جای خواب در تهران، مدتی در موتورخانه مدرسه کیمیایی زندگی می‌کرد. بعد در یه رستوران مشغول به کار شد. یکی از مشتریان رستورانی که میلاد کیمرام در اون کار می‌کرد، گلاب آدینه بود. گفته میشه میلاد با اون در مورد علاقه به بازیگری صحبت کرد و گلاب آدینه هم پذیرفت که اون برای بازی در سریال خواستگاران تست بده. پذیرفته شدن در این تست سرنوشت کاری میلاد کیمرام رو عوض کرد. کیمرام بعد از نقش آفرینی در چند سریال تلویزیونی با بازی در کوچه ملی به سینما قدم گذاشت و با فیلم ملکه خیلی زود نامش رو بر سر زبان‌ها انداخت. اجازه نمی‌تونی سیفنگ واسه نگرانه. همش خودش بود. اجازه از ته دل خوشحال نبود. آرزو دلمون یه بار از ته دل سیر بخنده. در ملکه به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، کیمرام در نقش دیدبانی به نام سیاوش ظاهر شد. کاراکتری که از یه شخصیت واقعی وام گرفته شده بود و کیمرام با بازی درخشانش در قالب این نقش تونست عنوان بهترین بازیگر مرد 16مین جشن خانه سینما رو از آن خودش کنه. کیمرام درباره علل موفقیتش در ایفای شخصیت سیاوش گفته: صحبت با غلام زرقانی، شخصیت اصلی داستان، نظر منو برای بازی تغییر داد و همه ی افکاری که برای این بازی در نظر داشتم با دیدن اون از بین رفت. این دیدار باعث شد با شخصیت زندگی کنم، نه اینکه اونو بازی کنم. چرا نیکار خدا بودم؟ بیا بینو هر روز از اون به بعد دارم این افسر عراقی رو میبینم، همون جایی که نیروهاش مردن. مثل دیوونه ها دور خودش میچرخه، به خودش حرف میزنه، نامه هاشون رو نگاه میکنه، با عکساشون حرف میزنه. به اون چی بگم؟ به اونم بگم خدا خواسته؟ نه. در ضمن شما میتونید با زدن دکمه سابسکرایب صفحه یوتیوب ما رو دنبال کنید. مصاحبه با هنرمندان، برنامه‌های متنوع و اختصاصی. خط ویژه مصطفی کیایی یکی دیگه از فیلم‌های مهم کارنامه سینمایی میلاد کیمرام است. فیلمی پرشخصیت و پربازیگر که بازی کیمرام در اون بسیار به چشم اومد و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر رو نصیبش کرد. شاهین در خط ویژه نقشی پرفراز و نشیب بود و کیمرام با توجه به تمرکز کاملش بر روی نقش به خوبی از عهده ایفای اون برآمد. نقشی که کیمرام دربارش میگه: من برای تک تک پلان‌های این نقش طراحی کرده بودم. حتی وقتی توی کادر دوربین هم نبودم بازی میکردم و به هیچ وجه دنبال دوربین نبودم. و اینه که من به تو گفتم. باشه ببینم. حرف حسابشون چیه؟ یارو خیلی مطمئنه. میگه پول مال ماست. اگه پول ندیم بلا میارم سرتون. تهدید کرده. وقتی تهدید میکنه یعنی پول مال اوناست. حرف مفت زد آقا. اگه حرف مفت میزد میاد پول مثل اینا میداد خرمون کنه. بابا یارو آدرس دفترم داره. حتما رفته از بانک گرفته دیگه. خب اینم آدرس شماره تلفنو داشتن. نمیفهمه. اولاق پول مال اوناست. خب بابا چرا داد میزنی؟ اینی حاضر نشو یه مژدگانی به ما بده؟ نه. یارو فلان تلاش بیا. باز زور زنگ زد. جواب بده چی میگه؟ نمیخواد. در امکان مینا به کارگردانی کمال تبریزی، کیمرام این فرصت رو پیدا کرد تا با گریمی متفاوت در فیلمی مربوط به اتفاقات دهه 60 هنرنمایی کنه. اون در نقش مهران، خبرنگاری عاشق پیشه که درگیر مسائل خانوادگی و سیاسی میشه، تونست یه بازی قابل قبول دیگر رو به کارنامه‌اش اضافه کنه. یه نقش متفاوت در قالب شخصیتی درونگرا که برای بیان احساساتش نیازی به هیاهو و شلوغکاری‌های معمول نداره. نقشی که کیمرام اینطوری اونو توصیف میکنه: از نظر من تبحر و خلاقیت یه بازیگر جایی نمایان میشه که اون بتونه با یه نقش آروم و درونگرا با مخاطباش ارتباط برقرار کنه. اگه بتونی بازی درست و خوبی انجام بدی و بدون داد زدن نظر تماشاگر رو جلب کنی، میتونی موفق باشی. خاطر آرماناشون. آرماناشون؟ کدوم آرمان؟ همین که بهت یاد دادن شوهرتو بکشی بی هیچ دلیلی حتی نپرسی چرا آرمانه؟ یا اینکه بچه تو سخت کنی آرمانه؟ این کار نکن، خودم شنیدم، همش رو خودم با گوش خودم شنیدم. بیچاره تو براشون یه وسیله ای، پاشونو میذارن تو میرن بالا تا وقتی که بهت احتیاج دارن، بعدش دیگه هیچ کاری باهات ندارن، تو هم نمی کنن. اونا با مردم چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ رژیم با بچه های سازمان چیکار کرد؟ کیمرام در فیلم امیر به کارگردانی نیما اقلیما در قالب شخصیت اصلی فیلم ظاهر شد. شخصیت امیر
قهرمانی خسته و تنها که انگار به دنیا اومده تا هوای اطرافیانش رو داشته باشه. با این حال امیر قهرمانی نیست که انتظارشو داریم. اون قهرمانیه که بیش از اون که به دنبال خودنمایی باشه، در سکوت به سر میبره و با چشماش حرفها و عواطفش رو منتقل میکنه. بازی به شدت درونی و کنترل شده میلاد نشون داد که اون همچنان تشنه بازی در نقش‌های متفاوته. نقش‌هایی که به اون فرصت ارزندام بیشتر بدن و دستش رو برای نمایش هرچه بیشتر هنر و استعدادش باز بذارن. نقشی مشابه اون چه که در سریال سیاوش به اون واگذار شده و این روزها کیمران رو در کانون توجهات قرار داده. بازیگری که در عین پختگی همچنان جوان و جویای نامه. اشک سرم در بود. سیگار با مردی گریه نمی کن. نامرد چی؟ زنگ بزن بیا منو ببر. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید.